جلسه ی روز دوشنبه مجلس ارتجاع که با حضور نوبخت، معاون آخوند روحانی و رئیس سازمان برنامه بودجه رژیم تشکیل شد، بر سر بیماری کرونا متشنج گردید. من تعجب کردم که نماینده محترمی که از فراکسیون ایثارگران سخن می گفت این مطابق برنامه نیست. ما الان در وضعیتی هستیم که شما میدانید که ما در چه شرایطی قرار داریم. شما میدونید اون کشتی رو که در جبل طارق توقیفش کرده بودن کدوم یک از عزیزان ما در حال دور زدن تحریم برای این کار بود. ما شما الان میدونید که در چه شرایطی هستیم که انتقام خودشون رو از همه اون عزیزان از ماها گرفتند. 5-6 برابر میانگین عملکرد عمرانی کشور شما اوراق دادید، آینده کشور رو فروختید. موضوع بعد، 11 میلیارد دلار اومدید قرضه خارجی اینجا آوردید، مقروض کردید کشور رو. موضوع بعد، فروش املاک با افتخار میگید درآمدزایی. موضوع بعد، یه بدعت خطرناک آوردید، اجازه دادید 8,000 میلیارد تومان نفت خامو بفروشیم به کسایی که به طلبکار دولت هستن. ببین چه رانتایی تو کشور داره شکل میگیره. برخی از همکارانم در حین بحث بودجه‌ای حواشی هم به دنیای سیاست زدن و در مورد مشارکت مردم، اینو بگذاریم برای فرصت دیگه ای که عوامل عدم مشارکت مردم به صورت واقعی بررسی بشه. بله، ما خیلی دلمون میخواد 1,000,000 - 1,500,000 بشک نفت در روز منابع داشته باشیم و منابعش رو بیاریم. ما چقدر این واقعی دیده شده؟ همکاران از مملکت را با اوراق اوراقی نکنید، همش اوراق است. هم در وام از روسیه مبلغ 5 میلیارد دلار آمده، در طول 4 سال نتوانستید از روسیه وام 5 میلیارد دلار بگید، باز هم در سال 92 ادامه دادید. محدودیت منابع ما همکاران ارجمند به ما اجازه نمیدهد. چرا نمیپذیریم که ما نفت صادر نمیتونیم بکنیم؟ اگر هم صادر کردیم نمیتوانیم ارزش وارد کشور بکنیم. حتی فراورده های پتروشیمی، فلزات گرانبها، همه اینا هم که صادر میکنیم از روش تهاتر استفاده میکنیم. ما در شرایط اضطرار کامل به سر میبریم. ایرادی هست که مردم در این انتخابات به ما وارد کردن. نفر اول لیست تهران به اندازه بنده در لیست قبلی رأی آورده. دلیل اصلیشم میگم مجلس چه کار است؟ در دستور صحبت می‌کنم. به مجمع تشخیص مصلحت نظام، به جای اینکه واقع نگرانه اقتصاد ایران را توجه بکنند، یک سال تعلل کردند و لوایح FATF را به تصویب نرسوندن و امروزه ما با وضعیتی مواجه هستیم که عملا در کشورهای غیر عضو تلقی میشیم و همین چند روز نرخ ارز و سکه خودش را داره نشون میده. بعد از این تصمیم عرشبت که FATF، خب توجه بکنید عزیزانی که کشور را به این وضعیت رسوندن، خب خود همونا بود جرا بنویسن. چرا به پای مجلس این را تموم میکنید؟ در حالت بدبینانه فروش نفت را آماری دادیم. قسم میخورم این اتفاق نخواهد افتاد. بعد اومدیم برای اینکه مشکل تنظیم بودجه را حل بکنیم، بیش از 200,000 میلیارد تومان مالیات در نظر گرفتیم. آخه کشوری که صاحبان کارخانه جاتش نتونن مواد اولیه داشته باشد، طبقات ضعیفش، طبقات متوسط جامعه، این مالیات میخواد از کجا تامین بشه؟ فشار بر مردم میخواییم بودجه خودمون را درست بکنیم.